بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله يا الله سبحان الله الله ولا اله الا الله الله يا الله والله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على و مولانا و وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى و محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين و, علی و, سلم و با عرض سلام خدمت یکا یک شما عزیزان ادامه مباحث مربوط به نتایج و فروعاتی که از اصالتی وجود به دست می آید در فرع هفتم نکاتی مطرح هست که بخشی از اون رو خدمت شما تقدیم می کنم به همدلله تا کنون بعد از اثبات اصالت وجود و اعتباریت ماهیت به شش تا فرع و نتیجه که از این نظریه به دست می آید اشاره شد و در این جلسه فرع هفتم رو مطرح می کنیم. در این فر هم یک بحث مهمی مطرح می شود که امروز هم می تواند به خوبی مورد استفاده قرار بگیرد و فرع هفتم بیانگر این نکته هست که ما وقتی هر نوع ثبوت رو که برای یک شی در نظر می گیریم همین ثبوت و تحقق که برای هر شی در نظر می گیریم باز هم برمیگردد به اصالتا به وجود به خاطر اینکه ادعا و اصل مطلب همین است که آنچه واقعیت عینی دارد وجود هست و از ثبوت که برای هر شی هم می توانیم اثبات بکنیم اونها هم در واقع باز به واسطه همین وجود خواهد بود بعد این ترتیب میخواهد به این نکته اشاره کند که درست است ما وقتی به برخی از تصورها و سپس به برخی از تصدیقها پی میبریم و به یک تصدیق اشاره میکنیم چی وجود آن باشد چی یک حکم دیگهی برای آن بخواهیم اثبات بکنیم همه اینها میتواند یک مطابقی یک محکی از خودش داشته باشد که این مطابق و محکی آن میتونه از یک نوع ثبوت از یک نوع تحقق و وجود برخوردار باشد هرچند ممکنه ما در خارج یا در ذهن هم اون محکی رو به درستی نتوانیم وجودش رو داشته باشیم اما باز خالی از وجود نخواهد بود به عبارت دیگر وقتشان بیان می کند می که ما همه تصدیق های که از واقعیت حکایت می تصدیق هایی که صادق هست حالا به تصدیقاتی که دروغ هست کاذب هست کار نداریم اما تصدیق هایی که مطابق واقعی داره و حکایت از واقع میکنه و حق هست به اینها وقتی نگاه میکنیم می توانیم اینها را به اعتبار همون ثبوت و تحقق محکیشان بر سه دسته تقسیم کنیم برخی از این محکی ها ثبوتشون در عالم خارج هست در خارج کاملا مشخص هست مثالی که می مثلا وقتی ما بیان می کنیم که انسان موجود است یا انسان کاتب هست خب این وجود رو برای انسان وقتی میخوایم ثابت کنیم کتابت رو برای انسان وقتی میخوایم ثابت کنیم این محکیشون در خارج هست و برخی دیگر از این تصدیق های راستین تصدیق هستند که محکیشون در ذهن هست یعنی ما ممکنه یک موضوعی رو در نظر بگیریم حالا چی موضوع هم ذهنی باشد یا موضوع خارجی باشد ولی اون محمولی که میخواهیم بر اون حمل بکنیم یک امر ذهنی هست خب در این صورت باز هم میبینیم که ثبوتی داره و ثبوتش در ذهن مثلا خیلی از این محمولاتی که در واقع جزء معقولات سانه منطقی هست خب اینا میتونه در عالم ذهن وجود داشته باشد وقتی مثال میزنه به انسان نو این که انسان نو است یا حیوان جنس است این نوع و جنس خب جزء مفاهیم منطقی هست که در ذهن فقط وجود داره در خارج وجود نداره خب حالا وقتی ما این مفهوم ذهنی رو حمل میکنیم و اثبات میکنیم و یک نوع ثبوت برایشون قائل میشویم باز میبینیم که در ذهن اینها یک نوع تحقق و وجود داره اما برخی از این تصدیق های دیگر هم داریم که وقتی دقت میکنیم میبینیم محکی و مطابق در خارج یا در ذهن نداره ولی در این حال برای اونها هم در نفس الامر یک نوع ثبوت در قائل می شویم و معتقدیم که اینها هم در نفس الامر در واقع اینها ثبوت داره خب حالا این ثبوتی که ما برای یک همچنین قضایا هم در نظر می گیریم باز به اعتبار وجوده به چه دلیل؟ حالا اول به مثال این نوع از قضايا دقت بکنیم که وقتی ما بیان میکنیم مثال میزنه به این که میگیم عدم علت ل عدم المعلول خب یا مثال دیگری بیان میکند که الادم باطل الذات خب حالا این مبتدا و خبره که میگیم عدم باطل الذات هست یا میگیم عدم علت علت برای عدم معلول هست خب این مثال ها رو وقت دقت میکنیم اینا نه ثبوتشون در خارج هست نه ثبوتشون در ذهن هست اما در عین حال یک نوع ثبوتی در نفس الامر وجود داره برای اونها که این ثبوت باز در واقع از وجود گرفته شده و به تبع و به عرض وجود این نوع ثبوت هم برایشون پیدا شده است حالا خود این بحث که نفس الامر مطرح می شود که به اعتباری که تا هنوز بیان شد مرحوم علامه به اعتبار نظر مشهور و نظر جمهور بیان میکنه که اگر ما بخوایم قضایای تصدیقیه رو قضایای راستین رو تقسیم بکنیم میبینیم برخشون مطابق در خارج دارن برخشون هم مطابق در ذهن دارن و بخششون هم مطابقش در نفس الامر هست حالا وقت این بحث نفس الامر به میان می آید مثال که برای نفس الامر بیان میکنه طبق دیدگاه جمهور و معروف همون مثال هایی است که مربوط به امور ادمی میشود حالا چی بگیم عدم با تلوزداد هست چی بگوییم که عدم علت علت برای عدم معلول میشود خب همه اینها در واقع یک نوع مصداقهای برای نفس الامر به حساب میآیند اما یک تحلیل خود مرحوم علامه از نفس الامر ارائه میکند که این رو میخوایم مورد دقت بیشتر قرار بدیم که تفاوت های بین این تحلیل علامه با تحلیل جمهور از نفس الامر داره همون گونه که مشاهده کردیم مشخص هست که میشود بر اساس تحلیل جمهور هم برای وجود هم برای ماهیت یک نوع وجود رو در نظر گرفت همون گونه که در مثالش هم مشخص بود وقتی مثال زد به این که انسان موجود هست یا انسان کاتب است موضوع را یک ماهیت قرار داد خب برای ماهیت یک نوع وجود در نظر گرفت اما دیدگاه مرحوم علامه به گونه است که اشان وقت از نفس الامر حکایت می کند کاملا بر اساس سالت الوجود می حرکت بکند و نکته دوم هم که علامه با دیدگاه جمهور تفاوت پیدا میکنه نظرش این است که بر اساس جمهور ما گفتیم قضایا تقسیمی بر سه قسمی می شود که برخی مطابق خارجی دارن برخی مطابق ذهنی دارن و برخشون هم مطابق نفس الامری دارن خب یک قسمشون در واقع با نفس الام سازگاری پیدا کرد اما بر اساس دیدگاه خود علامه وقتی ما نگاه میکنیم ایشان قضایا رو به این شکل تقسیم میکند که قضایا بر دو قسم تقسیم میشود برخی از قضایا از ماهیات تشکیل پیدا میکند برخی از قضایا هم از ماهیات یا از معقولات ثانی فلسفی یا از معقولات ثانی منطقی شکل میگیره و وقتی به این دو نوع از قضیه از دیدگاه علامه نگاه میکنیم ایشان میفرماید هیچ کدام اینها مطابقه در واقع خارجی و عینی ندارن بلکه همه اینها بر اساس همون بحث نفس الامری مطرح می شود این می بینیم که ایشان کل قضایا می برد تحت مصداق همون نفس الامر در حالی که بر اساس دیدگاه جمهور دیدیم که برخی ها برخی از قضایا ثبوت خارجی یا ثبوت ذهنی داشتن تفاوت سوم هم که بر این اساس میشه پیدا کرد این است که قذایای نفس الامری بر اساس نظریه علامه تبا تبایی تمام قضایه است که از معقولات ثانی منطقی یا فلسفی شکل می گیرند خب بعدا در مباحث فلسفی، مباحث حقوقی، مباحث فراوان مطرح هست در مورد این که آیا این گونه قذایا، خب حکایت از واقعیت دارن اینا واقع نگر هستن واقع گرایی و نسبی گرایی امروز یکی از مباحث مهم مطرح در دنیا هست که در مباحث مختلف این مسئله مطرح می شود حالا در حقوق در فلسفه در مباحث اجتماعی که آیا این گزاره ها و قضایی که ما از اونها حکایت می کنیم اینها واقعیت رو نشان می دهند یک نوع ثبوت و تحقیقی برایشون وجود داره یا نه اینا بر اساس قرارداد هستن بر اساس سلیقه هست بر اساس به اصطلاح اون بحث های نسبی گرایانه هست که امروز مطرح هست که بر اساس دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی وقتی ما نگاه میکنیم ایشان در نتیجه کاملا تمام این قضایا را برمیگرداند به بحث نفس الامر و بعد برای نفس الامر هم یک نوع تحقق و واقعیتی رو در نظر می گیرند که خب این هم یکی از تفاوتهایی که اینجا مطرح شد و بحث دیگه هم که بر اساس دیدگاه مرحوم علامه مطرح هست این است که شان مطابق قضایای نفس الامری رو بلکه تمام قضایا رو به یک شکلی برمیگرداند به بحث اعتباری خب بحث اعتباری یا اعتباریات در نزد علامه یک بحث بسیار جدی و مهم است خب حالا وقتی ما این مطلب رو نگاه میکنیم در خود این قضایای اعتباری باز میتوان گفت که یک نوع ثبوت یک نوع تحقق وجود دارد و این گونه نیست که اگر ما قضایا رو برگرداندیم به امور اعتباری دیگه واقعیت رو از اونها سلب بکنیم در حالی که اون بحثی که نفس الامر که بر اساس دیدگاه جمهور مطرح هست اونا همه قضایی به نفس الامر بر نمی بلکه اون قضایی که یک نوع ثبوت طبعی یا بالعرض داشتن اونها را در واقع قضایی نفس در نظر می گرفتن. اما حالا این که خود مرحوم علامه این نفس الامر رو چگونه می خواهد به اثبات برساند خودش یک مراحلی رو طی کنه که بر اساس آن وقتشان بیان میکنه که موجود اصلی یا اون وجودی که اصالتا تحقق عینی و خارجی دارد همون وجود هست خب حالا این اصل مال وجود هست بعد وقتی ما نگاه میکنیم به ماهیات خب خود ماهیات هم قبلا هم یک اشاره شد که ماهیات هم به خاطر اینکه به یک نحوی از انهای وجود هست به یک شکلی بهره از وجود داره لذا هم وقتی میفرماید که این ماهیات هم ظهورهای وجود در ذهن یعنی ما اگر یک امر موجود خارجی رو هم بخوایم در عالم ذهن منتقل بکنیم همون ماهیاتش رو میتونیم تنها در ذهن تصور بکنیم خب وقتی این ماهیات در عالم ذهن همون در واقع ظهورهای وجود هستند خود این ماهیات هم به یک شکل دارای وجود می شوند یعنی عقل ما میآید این ثبوت تحقق و وجود را به یک شکل توسعه می دهد به گونه ای که به ماهیات هم قابل اطلاق بشود خب این یک مرحله است که عقل آمد این رو یک نوع توسعه داد و ثبوت را دایرش وسیعتر ساخت که از خود وجود بالاخره فراتر رفته شامل ماهیات هم بشود خب این یک نوع توسع و توسعه بخشی به معنای وجود هست بعد هم دوباره خود همین عقل وقتی بیان واقعیت ها را داره در نظر میگیره در مقام تحلیل حقایق بیرونی حقایق خارجی به یک سری مفاهیم جدید هم دست پیدا میکند که وقتی به این مفاهیم جدید دست پیدا میکنه اینها را خود عقل اعتبار میکنه خب حالا وقتی این اعتبار عقل برای این گونه مفاهیم جدید اعتباری عقل اینا لحاظ میکنه به خاطر همین که این ام امور اعتباری این مفاهیم اعتباری هم به یک شکلی بیانگر واقعیت ها و حقیقت های بیرونی باشد یک نوع ثبوت عقل دوباره برای همین مفاهیم اعتباری هم قائل می شود این توسعه دوم هست که بعد این ترتیب می بینیم عقل پله به پله می آید توسعه مفهوم ثبوت رو قائل می شود از وجود سرایت می داد به ماهیات دوباره از همین ماهیات باز سرایت می داد به یک سری امور اعتباری دیگر خب این امور اعتباری هم به اعتباری ثبوت و تحقق پیدا میکنه و بعد این ترتیب ما شاهد هستیم که این قضایای نفس الامری باز هم دارای تحقق و نحوی از ثبوت خواهد بود و بعد این ترتیب میتوان گفت که همه اموری که ما به عنوان یک امر تصدیقی از اون خبر میدهیم به اون از آن میکنیم به اون تصدیق پیدا میکنیم بالاخره به یک شکلی از ثبوت برخوردار هستند حالا این ثبوت چی اصالتا به خود وجود برگردد یا به اعتبار توسعه که عقل به وجود میده شامل ماهیات بشود و به اعتبار توسعه دومی که باز به وجود داده میشود به ثبوت داده میشود شامل حتی امور اعتباری هم میشود و بعد این ترتیب همه گزاره ها و تصدیق هایی که انسان به اونها سر و کار پیدا می کنه. خب ولو این گزاره ها هم از مفاهیم به اصطلاح مفاهیم فلسفی باشد مفاهیم منطقی باشد مفاهیم اعتباری باشد همهشون دارای یک نوع ثبوت و تحقق خواهد بود این کل مباحثی که تا اینجا میخوایم بیان بکنیم حالا نکات ریستر هم وجود داره که انشاءالله در ضمن بیان عبارات مطرح خواهد شد و سابعا ان ثبوت کل شیئین ای نحو من الثبوت فرز این ما هو لوجود هنا که خارجیون العدم لذاته هفتمین فر از فروعات اصالت الوجود این هست که ثبوت هر شی حالا این ای نحو من ثبوت فرز این ثبوت رو به هر شکلی که ما در نظر بگیریم همین که ما تصدیق کنیم به اینکه که یک شیئی ثبوت داره تحقق داره وجود داره همه این ثبوت ها را وقتی ما دقت بکنیم این بالاصاله برای یک وجود هست یعنی همه این ثبوت ها برمیگردد اصالتا به وجود که این وجود هم هناک خارجیون یک وجودی خارجی هست که یترو طول عدم لذاته و این وجود خارجی هم عدم رو از ذات خودش دور می کند یعنی خب وجود هست وقتی وجود بود عدم رو از خودش دور می کند خب حالا در اینجا تعبیری داره به این که وجوده که هر نوع ثبوت رو که ما می خواهیم در نظر بگیریم یک نوع ثبوت خارجی هست در حالی که بعدا ما در ضمن مثال هایی که بیان می کنیم خب برخی از قضایا تصديقها رو میگیم که اینا ذهنی هستن خب حالا وجودشون رو هم میگیم در ذهن هست چگونه میشود این وجود خارجی که اینجا تاکید داره بر خارجی بودنش این رو در مصادیق قضايا ذهنی هم میتونیم این رو بار بکنیم اشار میفرماید به خاطر این است که قضايا ذهنی هم که وقتی ما میگیم موجود است در ذهن خب از یک جد درست است ذهن یک مرتبه از نفسه و نفس هم دوباره خودش یک موجود خارجیه یعنی به این اعتبار وقتی نگاه میکنیم قضایی که در ذهن موجود است باز هم به یک شکلی داره برمیگرده به وجود موجود خارجی به همین جهت مطابقش هم میتونه موجود خارجی باشد یا به اعتبار دیگری میتونیم این گونه بیان بکنیم که مفاهیمی که موجود است در ذهن خب اینا وجودات ذهنی هستند در مقایسه با چی ذهنی هستند وقتی ما مقایسه به مصداقهایشان میکنیم خب مصداقشون در ذهن وجود داره به این اعتبار ما اینا رو میگیم ذهنی اما وقتی به خودی خودشون نگاه میکنیم باز هم یک قضیه هست بالاخره یک تصدیق است که در خارج وجود داره از این جهت این وجود خارجی شامل اون قضایای ذهنی هم می شود خب فل تصدیقات نفس الامریه خب وقتی ما گفتیم هر نوع ثبوت در خارج وجود داره حالا برخی از این ثبوت ها تصدیق ها و برخی از این گزاره هایی که می بینیم تصدیق در آن وجود داره یک نوع ثبوت هست یعنی شعی را برای شیعی میخوایم اثبات بکنیم خب در این گونه موارد میبینیم که وجودی اون چنانه ای نیست نه در خارج نه در زن اینا چگونه میتوان گفت که اینا هم یک نوع ثبوت دارن میفرماید این تصدیقاتی که نام اونا رو میگذاریم تصدیقات نفس الامری خب تصدیقات نفس الامری کدوم هستن؟ التي لا مطابق لا فی خارج ولا فی زن که این تصدیقات نفس الامری نه مطابق در خارج دارد نه در ذهن یعنی محکی اونها در خارج یا در ذهن وجود نداره مثالش هم همون مثالی که گفتیم که مثلا عدم الاله ل لعدم المعلول یعنی وقتی ما میگیم علت ال... که نباشد خود همین نبود علت سبب میشه که معلول هم نباشد خب این مثالی که تصدیق نفس الامری هست باز هم یک نوع مطابق ثابت دارد که نحو من ثبوت طبعیمون تا این ثبوت ثبوت طبعی هست خب به طبع چی؟ به طبع موجودات حقیقی مثلا در همین عدم الاله میگیم علتون لعدم المعلول این از کجا به دست آمده است؟ از یک امر وجودی که وقتی ما میبینیم وجود علت علت میشود برای وجود معلول که یک امر وجودی هست از اینجا عقل ما میآید عدمش رو هم فرض می کند می همون گونه که وجود علت سبب میشه برای وجودی معلول عدم علت هم باز سبب می شود برای عدم معلول و بعد این ترتیب می بینیم خود همین مثال عدمی باز برگشتش به یک امر وجودی هست یعنی به طبع امر وجودی یک همچنین ثبوتی را ما میاییم درست میکنیم حالا در این بحث که آمد بیان داشت که این مطابقش ثبوت طبعی دارد خب یک نکته ظریف در اینجا هست که آیا اگر ما آمدیم گفتیم که مثلا الف به طبع ب متصف به جیم می شود آیا این اتصافش به تبع خب این اتصاف حقیقیه یا اتصاف مجازی هست میگه وقتی ما به تبع بیان میکنیم این به تبع یک اتصاف حقیقی رو نشون میداد در حالی که در اینجا باید دقت داشته باشیم که این به تبع باید حتما به معنای همون بلعرز باشد وقتی ما میگوییم که مثلا این عدم علت علت برای عدم معلوله نمیتوانیم بگیم به تبع وجود علت علت برای وجود معلول باشد بخاطر این که وجود طبعی باز هم حقیقتا این وجود رو میشه اسناد داد بر در حالی که باید اینجا از این به طبع همون بلعرز رو اراده کنیم به این معنا که بگوییم این مثال های به خاطر اون ارزی وجود هست یعنی این نسبت دادن وجود و ثبوت به این مثال ها در واقع مجازی هست نه واقعا که امر طبعی و حقیقی باشد حالا چگونه ما میاییم این تصدیقات نفس الامری رو به ثبوت برمیگردانیم در حالی که میبینیم همشون عدم هست چیزی نیستن توضیح میدهد که تصدیقات حقه این تصدیقات حقه حقم هم که بیان میکنه به مردم این که تصدیقاتی که صادق هست و خاطر این که حق هم همون امری که ذاتن صادق باشد خب حق و صادق میگه تفاوت اعتباری دارد به خاطر این که خبری که مطابق با واقع باشد از این جهت که مطابق با واقع این رو میگن صادق و به اعتبار اینکه که واقع با ای برابری میکند از این جهت میتونیم بگیم حق حالا تصدیقاتی که حقه یعنی تصدیقاتی که راستینه تصدیقاتی که صادق هست میفرماید این تصدیقات درست و راست ما له مطابق فی الخارج اینا سه قسمه برخشون مطابق در خارج دارن یعنی محکیشون کاملا در خارج ثبوت دارد مثل انسان موجود است انسان کاتب هست برخ دیگر از این تصدیقات حق ما لهو مطابقون فی ذهن محکیشون در ذهن هست مثل انسان نو یا حیوان جنس خب حالا این مثال هایی که بیان میکنیم قضایی هایی که از نوعی که محکیشون در ذهن هست خب اینا همهشون جزئی مبایز که محمول هایشون حتما معقولات ثانی منطقی هست حالا موضوعشون هم جزء این مفاهیم ذهنی باشد یا نباشد محمولشون حتما باید جزء معقولات ثانی منطقی باشد حالا مثال های دارد که این گونه مثال میزنیم در منطق از این بحث ها زیاد هست که وقتی کلی رو تقسیم میکنه میگه الکلی اما ذاتیون او عرضیون یا بحث جنس را وقتی تقسیم میکنه میگه الجنس اما قریبون او بعیدون خب همه این مفاهیم را نگاه میکنیم هم موضوعش منطقی هست یعنی ذهنی هست هم محمولش ذهنی هست خب برخی از این مفاهیم هم در واقع اینا جزء قضایی هستن که در عالم محکیشون در عالم ذهن وجود داره و ما ماله مطابق یطابقوه برخی دیگه از این تصدیقات حقم هستند که مطابق دارن که کاملا با آن تطابق دارن لاکنه غیر موجود این فی الخارج منتها این مطابقش در خارج موجود نداره و در ذهن هم موجود نداره خب حالا این نکتهش خیلی نکته مهمه هست که مثال میزنه بعدم الا الا عدم المعلول خب یا عدم با... عدل عدم باطل و زاده عدم رو موضوع قرار میدیم باطل و زاد رو برای حمل میکنیم خب اینجا وقتی نگاه میکنیم هم باطل و زاد پوچ و توهی هست هم عدم خودش نیستی هست در این حال که این گونه مثال ها رو ما بیان میکنیم با بیان این گونه مثال ها یک نوع ثبوت رو داریم بیان میکنیم یعنی اینا رو اثبات میکنیم میگیم عدم علت خب علت میشه برای عدم معلول یعنی یک نوع ثبوت رو اینجا میخوایم اثبات بکنیم خب حالا وقتی ما نگاه میکنیم این دو تا مثال میگه محکیشون در خارج یا در ذهن وجود نداره چرا از الادم لا تحقق له فی خارج ولا فی چون عدم نیستی هست برای نیستی نمیشه ظرفی در خارج یا در زند قرار داد و لا و آثاره و همچنین برای احکام و آثار این عدم نمیشه بالاخره در خارج یا در ذهن یه جایی پیدا کرد و ها زن نوع من القضا یا توتبر مطابقه لنفس الامر این گونه قضایی که در واقع محمولشون ادمی هست موضوعشون ادمی هست خب اینها که محکیشون در خارج یا در ذهن نیستن این گونه قضایا را مطابق نفس الامر در نظر میگیرن اسمشون را میذارن که اینا مطابق نفس الامر نفس الامر مطابقه اینها قرار میگیرد خب حالا ببینیم یعنی چی منظور از این که این گونه قضایا در نفس الامر ثبوت داره یعنی چی میفرماید فان العقل اذا صدق کون وجود الاله علت لوجود المعلول میگه عقل وقتی این رو فرض میکنه تصدیق میکنه به اینکه هر زمان علت وجود داشته باشد معلول هم وجود پیدا میکند خب عقل این رو میفهمد که با وجود علت وجود معلول هم تحقق پیدا میکند این امر وجودی هست میگه وقتی این رو عقل میفهمد اضطر الى تصدیق انه ينتفي اذا انتفد علته خب از این امر وجودی میآید آید به ناچار به یک ثبوت دیگری هم به اسلام میرسه و اون این است که تصدیق میکنه اینکه که اذا ذا انتفد علتو معلول منتفی می شود زمانی که علتش منتفی بشود وقتی علتی برای معلول نباشد معلول هم وجود پیدا نمی کند و از اینجا میآید اون مثال عدم الاله تون لعدم المعلول رو انتظار می کند و هو کون عدم ها اله لعدم ها و اون فرضی که عقل ناچار می شود از اون امر وجودی میآید یک گزاره و قضیه دیگر رو استنتاج می کند. اون این است که عدم علت علت میشه برای عدم معلول خب با این مثال وقتی نگاه میکنیم اینجا کاملا مشخص هست که باز همین قضایه نفس الامری از یک قضیه وجودی تزا شد ولا مصداق محقق للعدم فی الخارج حالا که ما آمدیم عدم الاله رو در واقع آمدیم علت برای عدم معلول قرار دادیم میگه مستاق محققی محقق که در خارج تحقق داشته باشد نداریم در ذهنم نداریم از کل ما حل فی واحد من هما فله و وجود به خاطر این که هرچی در خارج یا در ذهن محقق می شوند یک نوع وجود دارند نه این که اونا عدم باشند حالا که اینا عدم هستن پس در خارج یا در ذهن وجود نداره خب پس میگیم در کجا وجود داره میگه در نفس الامر خب حالا بحث نفس الامر رو به صورت جدی تر مطرح میکنیم اون چی که تا هنوز مطرح شد بر اساس دیدگاه مشهور بود که جمهوری از فلاسفه و حکما این مطرح میکنند که قضایا رو سه دسته تقسیم میکنند بس قضایای خارجی قضایای ذهنی و بعد قضایای نفس الامری اما میفرماید بل لزیم بقیه یقال به نظر الالبحاظ سابقه از اینجا شروع میکنه به اون دیدگاه خودش که میخواد اون نف... قضایای نفس الامری را بر اساس دیدگاه سالت وجود که این فر هم بر اساس اون بنا شده بر اساس اون مطرح بکند و به همین جد تفاوتی که بین این دیدگاه با دیدگاه جمهور وجود داره به برخزون ها اشاره کردیم که دیگه نمیپردازیم میفرماید اون چه که شایسته است که گفته شود به نظر به بحث هایی که گذشت اینه که اصیل هو الموجود الحقیقی اون چی که امر اصیله و اصالت داره اون موجود حقیقی همون و هو الوجود اون وجود هست پس بر اساس اصالت وجود ما باید وجود را اصیل بدانیم بگیم حقیقت عینی همان وجود هست خب و له کل حکم حقیقی هر حکمی حقیقی که به اصلاح وجود داشته باشد مال وجوده این جای شکی نداره ثم لما کانت الماهیات ظهورات الوجود للاسهان خب حالا میایم به سراغ ماهیت میگیم ماهیات چی؟ ماهیات هم ثبوت داره اینا هم تحقیق خارجی دارد یا نه میگه به ماهیات وقتی نگاه میکنیم میبینیم ماهیات باز جلوه های وجود است در ذهن یعنی ما همون امر وجودی خارجی رو وقتی بیاریم در ذهن در قالب ماهیت میاریم خب ماهیت هست که میآید این ظهور و جلوه وجود رو در ذهن ما به اصطلاح شکل میدهد خب حالا وقتی این ماهیت جلوه از وجود پیدا کرد توسل عقل توسل انستراری عقل اینجا میآید به صورت ناچار توسعه می بخشد به اعتبار وجود برای این ماهیات یعنی وجود را برای این ماهیات هم به اصطلاح حمل می کند و حمله و علیه عقل می آید این وجود را بر ماهیات هم حمل میکنه بعد مفهوم وجود و ثبوت حمل میشه هم بر وجود هم بر ماهیت و هم بر احکام وجود و ماهیت خب این یک توسعه اولیه که عقل میآید احکام وجود را بر ماهیت هم حمل می کند همون گناه که برای خود ماهیت هم یک نوع وجودی قائل می شود ثم توسل عقل توسل استراریان سانیان دوباره میآید عقل باز یک توسعه مرحله دوم رو میده در مرحله اول ماهیت رو وجود رو بر ماهیت حمل کرد در توسعه دوم بعد از آنی که ما وجود رو بر ماهیات هم حمل کردیم دوباره عقل میآید در مقام بررسی و تحلیل حقایق بیرونی یک سری مفاهیم دیگر را ممکن مورد نیاز بشود این مفاهیم رو هم اعتبار میکند خب وقتی این مفاهیم را اعتبار کرد از آنجایی که فرض بر اینه که این مفاهیم هم بیان حقیقت میکنه یعنی بیان حقیقت های عینی و خارجی رو داره انجام میده برای این مفاهیم هم یک نوع ثبوت و تحقق قائل می شود این توسعه دومیه که عقل برای مفاهیم اعتباری قائل می شود وقتی این مفاهیم اعتباری رو هم یک نوع ثبوت برای آن در نظر گرفت خب حالا برای این مفاهیم در مرحله دوم میبینیم اینا هم یک نوع ثبوتی پیدا میکند و به همین جد میفرماید ثم توسع العقل توسعا اضطراریا ثانیا دوباره عقل میآید از ماهیات خب ماهیاتی که از وجود گرفته شده بودن بعد همین ماهیات میشه سبب برای این که مفاهیم اعتباری دیگر که از این ماهیات گرفته میشه این مفاهیم اعتباری رو هم به یک شکل به وجود و ثبوت و تحقق اینا رو ملحق بکنن به چه شکل به حمل مطلق ثبوت و تحقق که اینا اینجا میآید مطلق ثبوت و تحقق را بر هر مفهومی حمل میکنن که از در رویلا اعتباره که برای اعتبار این مفاهیم هم ما ناچار بودیم برخی از واقعیت ها را نمیشه بیان داشت مگر اینکه مفهومی برای آن اعتبار بکنیم به طبع وجود یا ماهیت حالا این حمله مطلق بود و تحقق که بر این مفاهیم اعتباری صورت میگیره به چه اعتبار هست به تبع وجود یا به سبب به طبع ماهیت هست خب حالا اگر به اعتبار وجود بود خب یک واسطه میخوره به اعتبار ماهیت اگر بود دو تا واسطه میخوره به این شکل ما میاییم مثل مفهوم عدم خب مثل مفهوم ماهیت مثل قوه و فعل اینا رو به این شکل داریم بیان میکنیم که عدم و ماهیت خب تحقق عینی و خارجی ندارن از اول مون تا خود این عدم را وقت ما میاییم بالاخره نگاه میکنیم میگیم این عدم از کجا به وجود آمده است از وجود وجود وقتی نباشد میشود عدم ماهیت را هم به همین ترتیب یا به عنوان یک نحو از انهای وجود در نظر می گیریم یا به یک شکل یک جلوه از وجود برای اون قائل میشیم به اعتبار اون یک نوع تحقیقی برای اون در نظر می گیریم قوه و فعل هم به همین اعتبار هست بعد از آنی که ما اینا رو به این شکل یک نوع ثبوتی برایشون در نظر گرفتیم ثم تصدیق به احکام حالا برای هر یک از این مفاهیم احکام هم ممکنه بار بکنیم تصدیق به احکام اون هم از یک نوع ثبوتی برخوردار می شود فظرف الذی یفرزه العقل مطلق ثبوت و تحقق به هذا المعنى الاخیر پس دانستیم که در از نظر عقل وقتی نگاه میکنیم اون چیزی که حقیقت عینی و واقعیت عینی هست اون وجوده خب حالا یک مرحله پایین تر می همین وجود رو هم می کنیم بر ماهیت به یک شکلی داشتیم توسعه اول بود که ماهیت رو هم یک نوع ثبوت و تحقق براش قائل می شویم. و در مرحله بعدی میاییم همین تحقق و ثبوت رو برای هر مفهومی اعتباری که برای اونها نیاز داریم که به اونها نیاز داریم این ثبوت و تحقق رو به اون مفاهیم هم میدیم خب حالا میفرماید اون ظرفی که عقل فرض میکند او را برای مطلق ثبوت و تحقق به همین معنای اخیر این معنای سوم که در واقع از وجود به ماهیت از ماهیت حالا به این مفاهیم اعتباری میرسیم میگه این عقلی که ظرفی که عقل برای این گونه مفاهیم در نظر میگیرد هو الذی نسمیه نفس الامر بر اساس دیدگاه دقیق خود مرحوم علامه طباطبایی نفس الامر یعنی همین موردی در واقع اخیر این رو میگن نفس الامر خب حالا وقتی به این شکل داشتیم و یس او سوادق من القضا از ذهنیه و خارجیه خب به این اعتبار وقتی ما نگاه بکنیم میتونه این نفس الامر هم مصداقهای از قضایای ذهنی و هم از قضایای خارجی رو شامل بشود و ما یصدقه العقل و هر چیزی را که عقل رو تصدیق میکند ولا مطابق لهو فی ذهن و خارج در حالی که هیچ مطابق در ذهن یا در خارج هم نداشته باشد خب به این اعتبار ما دیدیم اصالت مال وجوده بعد به یک اعتبار آمد توسعه داده شد به وجود به ماهیت هم نسبت داده شد و به اعتبار سوم دوباره به مفاهیم اعتباری هم این وجود و ثبوت به اصطلاح توسعه داده شد غیر ان الامور ان نفس الامریه مون تا این رو باید توجه داشته باشیم که امور نفس الامری لوازمون عقلی للماهیات. ماهیات این رو باید در نظر بگیریم که امور نفس الامری از لازمه های عقلی هست یعنی دانستیم که این کار عقل بود که می آمد خلاصه وجود را از خود وجود به ماهیت سرایت میداد دوباره از سرایت از ماهیت به همین مفاهیم اعتباری سرایت میداد اینا کلا جزء لازمه های عقلی هستند للماهیات که اینا لازمه عقلی ماهیت هست متقرره به تقرر ها که همین لوازم هم دوباره به تقرر ماهیات اینا تقرر و تحقق و ثبوت دارد و خود ماهیات هم دوباره خب اینجا بیان نکرده است ولی وقتی دقت کنیم کاملا متوجه می شویم که خود ماهیات هم دوباره به اعتبار همون عرض وجود هست وقتی وجود به ماهیات در واقع آرز می شود این ماهیات هم ثبوت پیدا می کند ولی کلام تتمتون ستمر رو بکن شاء الله تعالی خود این بس خب ادامه داره تا اینجا فقط خواستیم که یه اشاره بکنیم بر این که نفس الامر یا قضایای نفس الامری هم از یک نوع ثبوت و تحقق برخوردار هستند هرچند این ثبوت و تحققشون با توسعه عقل به دست می آید که عقل میآید این ثبوت و تحقق رو در واقع به ترتیب قضایای نفس الامری از ماهیات ثبوت خودش رو می گیره ماهیات هم دوباره ثبوت خودش را از خود وجود میگیره و بعد این ترتیب برای قضایای نفس الامری هم یک نوع ثبوت و تحقق رو به اصطلاح اثبات میکنیم حالا مباحث دیگه هم مطرح هست درباره خود نفس الامر تا اینجا ما یه دیدگاهی از جمهور رو بیان داشتیم که اونا وقت ها رو تقسیم میکردن به قضایا خارجی، ذهنی و نفس الامری خب میدونستیم که قضای نفس الامری در برابر اون دو قسم دیگر قرار میگیرد و یه تقسیم بندی که بر اساس دیدگاه خود مرحوم علامه طباطبایی داشتیم که شان ها رو بر دو تقسیم میکرد بعدم میامد بر اساس سالت وجود وقتی بیان میکرد قضایای نفس امری رو به یک شکلی برمیگرداند به کل قضایا حتی میشه تمام قضایا رو هم به این اعتبار قضایای نفس الامری دانست حالا نظریه های دیگر هم درباره نفس الامر وجود دارد که انشاءالله در جلسات بعد خدمت شما ارائه خواهیم داد تا آن زمان همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ میسپاریم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته اللهم <سحن> صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد